آتش گرفتن موتر حامل پناهجویان در ایران. دست کم 3 مهاجر افغان جان باختن. با نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. سفارت افغانستان در تهران تایید کرده که موتر حامل شماری از شهروندان افغانستان در جاده در ولایت یزد ایران دچار آتش سوزی شده است. در این حادثه 3 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مرتضی خرمی اتشه مهاجرین افغانستان در زاهدان ایران به خبرگزاری افق گفت که این حادثه روز چهارشنبه 14 جوزا در جاده کمربند یزد ایران رخ داده است. او افزود که موتر آتش گرفت، 14 سرنشین داشت و 3 نفر آنان سوختند و جان باختند و متبقی سرنشینان زخمی هستند. به گفته او 1 پاکستانی و 13 افغان در این موتر بودند. هنوز علت آتش گرفتن این موتر مشخص نشده، اما ادعا می شود که این موتر در پی شلیک نیروهای ایرانی آتش گرفته است. نجات یافتگان این رویداد می گویند که نیروهای ایرانی آنان را تعقیب کرده و بر موتر آنان شلیک کرده اند. اتشه مهاجرین افغان در زاهدان اما می گوید که در این باره بررسی ها آغاز شده و فردا هیئت کنسولگری افغانستان به یزد برای بررسی پیشتر می رود. او افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد که در شفاخانه بستری هستند وخیم است. این حادثه در حال رخ داده که ادعای غرق کردن مسافران افغان در آبهای مرزی هریرود از سوی نیروهای مرزی ایران هنوز حل نشده باقی مانده است. این حادثه در ماه ثور امسال رخ داد و نجات یافتگان این حادثه گفتند که نیروهای مرزی ایران شماری از مسافران افغان را که به قصد کار عازم ایران شده بودند در مرز بازداشت کرده و پس از شکنجه آنان را به دریای هریرود پرتاب کردند. هیئت قدیابی که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی این رویداد تعیین شد اعلام کرد که در این حادثه 24 نفر کشته و یا ناپدید شدند. 813 نفر مسافر غرق شده از هریرود پیدا شد، اما 811 تن دیگر هنوز مفقود است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.